هر روز از منطقه و از جهان خبرهای تازه‌ای می‌رسد. مسائلی که امروز در منطقه ماست و در سرتاسر جهان بروز می‌کند، این مسائل بی‌سابقه است، چه مسائل منطقه، چه مسائلی که در غرب دارد اتفاق می‌افتد، چه در اروپا و چه در آمریکا. شرایط جهان شرایط حساسی است. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشه و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما رو می‌خونه. احساس این است که طی سالهای اخیر دشمنان از حالت تدافعی در آمدن، دارن تهاجمی عمل میکنن. امسال خطر جدی بود، امسال خطر جدی بود، امسال خطر جدی بود. در این روزها هر تحول سیاسی و هر موقعیت تحول سیاسی اجتماعی در کشور ما پیش میاد، یک حرکت و یک موقعیت خطیر برای ما است. پای مردم به خیابون رسید، تجمع شد بر علیه. اگر تونستید اینا رو مهار کنید، اگر نشد مطمئن باشید ثانیه به ثانیه به تعداد اینا به نفرات اینا آزاد خواهد شد. اون موقع دیگه قابل مهار نیست. پای مردم به خیابون رسید، تجمع شد بر علیه. اگر تونستید اینا رو مهار کنید، اگر نشد مطمئن باشید ثانیه به ثانیه به تعداد اینا به نفرات اینا آزاد خواهد شد. اون موقع دیگه قابل مهار نیست. مردم ما مواظب نباشند، مواظب نباشند، ممکنه در این تحول سیاسی به کلی با ساقط بشیم. ولی ماه بچه ها کارا رو تعطیل کنید، ریشتونو میکنن اگه این دفعه بیان، ریشتونو میکنن، ریشتونو میکنن. ایچو بیخد بری تو خوابگاه، بری تو دانشکده، وقت بذاری. کوچکترین ضربه، کوچکترین خدشه ای به نظام وارد بشه، هیچ اثری از ما باقی نمی‌ماند. دقیقاً بر لبه تیزه یک تیغی قرار داریم که یک طرفش سقوط است. در این امتحان مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست که ما یک سال عقب بیفتیم، سقوط هست. رفوزه ما میتونیم که زودی هم سر نگوریم. سقوط آینده ویژه‌ایست که در انتظار ماست. سقوط آینده ویژه‌ایست که در انتظار ماست. در این امتحان مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست که ما یک سال عقب بیفتیم، سقوط هست.
زیر خانه خامنه ای در پاستور در عمق 60 متری یک پناهگاه 5000 متری ضد اتمی ساخته شده که تنها قیمت آسانسورش 5 میلیون دلار است. یک پناهگاه هم زیر کاخ وکیل آباد مشهد ساخته شده است. اما این پناهگاه اتمی در مقابل انقلاب ممانعتی نمی کند. اگر انقلابی در ایران اتفاق بیفتد، خامنه ای به سوریه می گریزد و در وهله دوم به روسیه ساخته شده است. اما این پناهگاه اتمی در مقابل انقلاب ممانعتی نمی کند. اگر انقلابی در ایران اتفاق بیفتد، خامنه ای به سوریه می گریزد و در وهله دوم به روسیه. روزی باید بترسیم که دمپای پوشا و کفش ملی پوشای شوش عبدالعظیم و خیابون پیروزی اون روز اگر قاط زدن و پشت ولایت نبودن، اون روز فرار کن برو خارج. اگر اونها ول کردن پشت خط رو، اون روز باید فرار کنی میترسید. و الا آروغ زنی های یه صدری که از زیر پل پارکره اینها بیای پایین، اینها عربده بکشی و فلان، اینها اون روز خیالی نیست عزیز من. استقبال میکنی نهایت نمیزم که دانشگاه تهران چهار تا باد کنه که سبز اینها هوا کردی به اینها. سقوط آینده ایست که در انتظار ماست. سقوط آینده ایست که در انتظار ماست. کجا تراکنی میدونم در جنان هفته یک پیشم توی جلسه که توی پایگاه امانه میداشتیم اونجا هم گفتم به دوستانه ما توی جلسات خصوصی هم که دیگه به مانه امسال خطر جدی تو باقا هفت سال اشتاده هشت بچه بذار خیالتون باقا هر اتفاقی هم ممکنه بیفته. اون چی که شما باید در نظر داشته باشید اینه اگه خدای نخواست کنید پای مردم به خیابون رسید تجمع کردن بر علیه نیزن اگر تونستید اینا رو مهار کنید هیچ اگر نشود مطمئن باشید ثانیه به ثانیه به تعداد اینا به مخرات اینا آزاد خواهد شد. اون موقع دیگه قابل مهار نیست. اون موقع چه خواهد شد؟ خدا نمیدونه. مطمئن باشید دوستان من برادران من اگر کوچکترین ضربه ای کوچکترین خدشه ای نظام وارد بشه هیچ اثری از ما باقی نخواهد ماند. ما دیگه تو کشور امنیت نخواهیم داشت، نه خودمون نه خانوادمون.